چطور به داخل آمده بود؟ که بود؟ فاریا، کسی که از پشت به من خنجر زد فاریا بود. زندانیش کنید. پرنسس، تا زمان حکمت در اینجا خواهیم. سلاحتان، مرا نزد سلطان مرحب ببرد. سلاحت رو به مرخات. بعد از این دیگر نمیتوانی پادشاه من را ببینید. التماس میکنم، خواهش میکنم، همه چیز رو میگویم. البته که باید بگویم، باید تمام اتفاقات رو از ابتدا بگویم. زبان این کار پست رو میگویم. بزویم رو رها کن، من پرنسس هستم. مقابل تک پرنسسی ساده. پرنسس بودن تمام شد. ببینم اولیا، ما اکنون چرا تغییر لباس دادیم؟ در این محیط چه کسی ما را میشناسد؟ جناب، تو را نمیدانم، لکن به خاطر خدا من یک شخصیت شناخته شده هم. در هر جای پایتخت وقتی اسم اولیا چلبی میآید، آبهای روان نیستند. از اینجا بپرسیم. آخر تو در شیرینی فروشی چه کار داری؟ به ما نگفتند بخورید، گفتند سوال کنید. نمیخورم، سوال میپرسم، بیا. سلام علیکم شیرینی فروش. علیکم سلام. به ما از آن شیرینی ها بده، نپیچشان، ما همین جا میل میکنیم. تو کجا کار میکنی جناب؟ من تاجر هستم آقا، از سرزمین های بیگانه پارچه میآورم میفروشم. این هم شاگردم است. شاگرد؟ شاگردم. آره، ممنون. بیا اینجا بنشین. میگویم این سلطان مراد هم خیلی پادشاه شجاع و سخت گیری است. شایعه است، فقط قدرتش به مظلومان میرسد. اصلا در واقع دولتمان را کوشم سلطانمان اداره میکنه. اصلا ادب داشته باش مرد. تو که هستی که درباره سلطان مراد خان صحبت میکنی؟ مواخبت گویان خوشمان نمی آید. جناب، ما هم خوشمان نمی آید، لکن پادشاهی که می گویی هنوز پادشاه نیست، کودک است، عقلش ناقص است. اینقدر احمقانه صحبت نکنید. سلطان مراد دیگر کودک نیست، بزرگ شده، امور را در دست دارد.
سلطان مراد خان آسیان و کسانی که به مردم ظلم میکنن را مجازات میکنن. ببین من به تو چه میگویم، ببین من به تو چه میگویم، سرمان کلاه رفته. این سلطان شما تختش معلق است. سب کن. اگر که سلطان مراد اینطور ادامه بدهد به زودی از سلطنت کنار میرود. گفته باشم از جانا سیر شده این مردک. سب کنی. فرار کن. این خواهی ها رو دفتر کنید. دیدی چقدر سرور ما رو دوست دارن؟ چرا دارم؟ فرار کن. زود باش. سب کنید. به خاطر خدا و حضرت محمد سب کنید. بیستید. حلالتان باشد. سربازان، سلاحدار، من فکر می‌کردم سلطان مراد رو در اینجا خواهم دید. می‌خواهم به حضور ایشان بروم. به تو گفته بودم بعد از این هرگز نمیتوانی سرورمان را ببینی. هرگز. میدانستم والدم، میدانستم که آن خاتون یک خائن است. پیشتر هشدار داده بودم اما کسی به حرفم اهمیت نداد. در عوض متهم نیست شدم. انشاءالله سرور من طبق کاری که با همه ی خائنین میکنن سر او را نیز بزنند. بخششی در کار نیست. دیشب او را به سختی از دست شیرمردم گرفتند. اکنون در حال پرسش و پاسخ است. سپس هم اعدام میشود. خیلی متعجب هستم والدم. اصلا به چنین شخصی شباهت نداشت. باید خوب بررسی شود. شاید هم بیگناه باشد. بیگناه باشد سلطانم؟ او علناً خیانت کرده است. سرورمان باید همونجا جانش رو میگرفت. اگر اینطور باشد تو نیز خیانتکار بودی آیشه. لیکن هنوز در میان من هستی. آتیکه، تو او را با مادر یک شاهزاده یکسان می‌کنی؟ شما در این مسائل دخالت نکنید. در حرم نیست سخنی نگویید. شیرمردم رسیدگی خواهد کرد. نگذارید کسی بداند مسئله چیست تا دردسر نشود.
این که ما را فریب داده ای آشکار است. تمام حرفایی که گفته ای از ابتدا دروغ بوده. گویا تو را به عنوان جاسوس مخصوصا فرستادند. نه خیر، این را قبول نمی کنم. من جاسوس نیستم و اصلا به سلطان مراد دروغ نگفتم. حالا اگر اینطور است، کار دیشبت را چطور می خواهی توضیح بدهی؟ توضیح میدم، ولی باید حرفایم را عیناً به سلطان مراد بگویی، وگرنه حرفی نمیزنم. تو بگو. سرورمان شخصاً همه چیز را میشنوند و میبینند. نگران نباش. در باغ قصر بودم، زنی نزد من آمد. پارچه فروشیست که همیشه به قصر رفت و آمد دارد. گفت که عمویم مادرم را دستگیر کرده و مرا تهدید کرد. اگر کاری که خواسته بودند را انجام نمی دادم، مادرم را می کشتند. اول باور نکردم، زیرا پیدا کردن جایش غیر ممکن بود. کسی نمی دانست. تنها به سلطان مراد گفته بودم. شاید هم به همین سبب دستگیر شده است. نمیدانم. تو نشانچی من هستی. محرمانه ترین اوراق دولتم از زیر دست تو رد می‌شود. باید یک فرمان بنویسی به صورت مخفیانه و با سرعت باید به بوسنی برود برای آواز مهمت پاشا درباره پرنسس فاریا. سلاحدار، این که مرا باور کنی یا نه به تو بستگی دارد، اما واقعیت این است. مرا تهدید کردند. چاره دیگری نداشتم. مجبور بودم. به خاطر مادرم این کار را کردم. از کجا بدانم که راست گفتند؟ از کجا معلوم که فریبت نداده باشند؟ آن زن پارچه فروش به من یه سنجاق سینه داد. یک یادگار خانوادگی که مادرم هرگز از خودش جدا نمی کرد. در اتاقم است. اگر بخواهی می توانی بروی و ببینی. برفرض که حقیقت این باشد. خب، اگر از تو میخواستم که جان سرورمان را بگیری، آن موقع چه میکردی؟ هرگز، هرگز چنین کاری نمیکنم. به جای کشتن سلطان مراد، ترجیح میدادم خودم با شرافت بمیرم. اعتماد پادشاهی که تو را به قصرشان آورد محافظت بوده و از تو حمایت کردند را هیچ ندانستی. به او خیانت کردی و اکنون اینجا روبروی من از شرافت صحبت میکنی. سربازان، سلاحدار، میدانم جزایم مرگ است. سرانجام مرا اعدام میکنید، اما لطفاً اجازه دهید برای آخرین بارم که شده از سلطان مراد را ببینم. دیگر برای طلب بخشش خرید انتظار ندارم که مرا ببخشد. حق چنین خواسته‌ای نیز ندارم، میدانم. اما
اما چیزی هست که میخواهم به او بگویم، چیزی که میخواهم بداند. باشد، به من بگو. من به سم سرورمان میرسم. خیر، باید از من بشنود. سربازان، خودم میروم. سرورم، شاید پرنسس حقیقت را بگوید. مادام نیست چنین اظهاراتی داشت، لکن مسئله را شخصا بررسی خواهم کرد. مخصوصا باید بدانیم که زن پارچه فروش کیست. خوب است سرورم، اگر لازم می دانید پرنسس را به حضورتان بیاورید. لزومی ندارم. تو نشانچیم سیلم پاشا را به اتاقم بیاور. اطاعت می شود. جناب کورنلیوس، فرانسیس فوریا مجبور شد تا خواسته ایمان را انجام دهد. امیدوارم که سلطان مراد متوجهش بشود، وگرنه به درد سرسازی برای ما ادامه می دهد. هشدار من بسیار سریع است. با یک تیر دو نشان زدیم. فرانسیس نیز در بند است. اعدام می شود. آلیست. از فرماندهان سپاهی دمیرچی و ساری خبری هست؟ همه جا در پیان هایی. از ترس سلطان مراد به سرعت فرار کردند. امیدوارم دیگر خودسرانه کاری نکنند. به خاطر آنها بسیاری از افراد من کشته شدند. زینم باشم. همه را زیر یک سقف جمع می کنم. نگران نباشی. خوب است. نگردید. دیدی که برگشتم. هیچ چیز تغییر نمی کند. امروز نشد، فردا مرا ادا می کند. راه بیا. باشد، خودم می آیم. پرنسس، فرانسیس فوریا از زن پارچه فروشی که به باغ قصر آمده بود صحبت میکرد. این خاتون کیست؟ طبق چیزی که دربان میگفت اسمش فائقه بوده. فائقه؟ بله، فائقه. خاتون را میشناسم. سال هاست که در حرم رفت و آمد دارد. تا امروز خطایی از او ندیده ایم. فرانسیس دروغ نگفته باشد. تو جایش را بگو حاجی آقا. کجا این خاتون را پیدا کنم؟ والله که خانه و کاشانش را نمی دانم جناب دفتردار. لکن اگر بخواهید از استر خاتون می پرسم. می دانید که دور گردها را خوب می شناسم. نیازی نیست، من می پرسم.
سینان پاشا، به دنبال شما میگشتم. قصر را ترک کرده بودید. خیر باشد کماندار آقا، مسئله پیش آمده؟ سلاحدار آقا خبر فرستاده است، سرورمان شما را به حضورشان خواستند. پس منتظر بمان، دفترم را بیاورم. معلوم است اوراقی باید نوشته شود. پرنسس به اینجا به عنوان یک قاتل آمد، به عنوان خائن هم باید بمیرد. در این باره میخواهم فکر کنم. نمیدانم این چیست که دیگر بخواهی فکر کنی. وضعیت خاطر مشخص است و انکار هم نکرده. هر کاری لازم است باید انجام شود. والدم، مانند قبل با گفتن حرفایتان منتظر جواب نباشید. این تصمیم سرورتان است. در این وضعیت یک قرابتی است که من این گونه مناسب دیدم. قرابت اصلی این است که یک پادشاه از احساسش شکست بخورد. وقتی که حکم صادر میکنی این رو هم فراموش نکن. سلطانم، خواسته بودید مرا ببینید. ببخشید لکن وقت زیادی ندارم. از تمام اتفاقات خبر دارم. میخواستم فاریا را ببینم لکن مانعم شدند. اگر تو کمکم کنی میتوانم. سلطانم، این ممکن نیست. سلاحدار، او فقط برادرم را نه، مرا هم فریب داد. از روزی که آمد نزد من بود. شاید همه چیز را به شما نگوید. در زمان مناسب به غلامان خبر میده تا برم. سلاحدار، چرا اینقدر عجله داری؟ مدام در حال رفتن هستی. کمی دیگر اینجا بمان. دوست داشتم که بمانم سلطانم، لکن همانطور که گفتم در حال بررسی این اتفاق هست. باید برم. باشد، از وقتی که بازگشتی صحبت میکنی. شب منتظر تو خواهم بود، زیرا با تو حرفایی دارم. تعظیم، والد کوشم سلطان وارد می شوند. سلطانم، پسرم که حتی مادرش را خورد می کند نمی دانم چه حکمتی دارد که می خواهد فکر کند. سببش مشخص است، خاتون شیرمرد مرا جادو کرده. اگر او را ببخشد متعجب نمی شوم. سلاحدار آقا نیز مرا خواسته بود، درباره یه فائق خاتون پارچه فروش سوال می کرد. من نیز به استر خاتون حوالش دادم. مسئله چیست؟ بیایید. مرا خواسته بودید سرورم. گفته بودم که برای آباز محمد پاشا یک نامه بنویسی درباره والده پرنسس. خیلی وقت پیش ارسال شد سرورم، حتما دیگر رسیده است. جوابش نیز باید برسد. مطمئن هستید که رسیده است پاشا؟ به دست کس دیگر نیفتاده باشد؟ سرورم، من مانند همیشه به صورت محرمانه ارسال کردم. اگر اینطور است، آن ایشوان پس فطرت ملک کاترین را چطور پیدا کرده است؟ ببخشید ولی من نمیدونم.
شاید در راه به دست کسی افتاده یا حتی در بوسنی. یا این که تو به کسی گفته ای. هرچه باشد میان من خائنینی هستم. به خدا قسم به کسی حرفی نزدم، مگر ممکن است سرورم؟ سالهاست که در این قصد در خدمتتان هستم. محرمانه ترین فرمانهایتان را من می نویسم. اگر به من اعتماد نداری یا حتی شکی داری، گردنم از مو باریکتر است. می توانی بروی؟ سرورم، سینان پاشا چندین سال می شود که در دیوان است. حتی در روزهای شورش هم به شما وفادار بود. کوچکترین اشتباهی نداشته. فکر نمی کنم خیانتکار باشد. نامت چیست خاتون؟ من الانور هستم شاهزاده. الانور، نامت زیباست، مانند صورتت. قاسم شاهزادم. والده. خیر است، خیلی در رفت آمد هستی. من درباره موضوع دیشب کنجکاو بودم. به شما گفتم که گلبهار سلطان میخواهد بیاید. کاملا فراموش کرده بودم. میان این همه مشکلات فقط گلبهار کم بود. والدم، میدانم به من مربوط نمیشود، لکن برادرم تصمیم دارد تا به جنگ برود. در بهار می‌رود. معاذ الله، اگر نبودش را فرصت بدانند چه؟ می‌دانید که آسیها نام بایزید را فریاد می‌زنند. فوراً به اتاقت بازگرد و از این مسائل اکیداً دور باش. والدم، قاسم گفت که والدت می آید. درست است، با خواست خدا می آید. چرا می پرسی؟ اشکالی دارد؟ احساسات را درک می کنم. هرچه که باشد والدت است. سال هاست که دلتنگش هستی. اما وقتی به خیانتی که در گذشته انجام داد فکر می کنم، شک می کنم. گوهر خاتون، تو نمیتوانی بگویی چه کسی خائن هست و چه کسی نیست. هرچه باشد، تا دیروز همسر یک خائن بودی. حتی روحت نیز به او شک نکرد. چرا انقدر پاپیچه او میشوید؟ این گلبهار سلطان کیست؟ در گذشته چه کرده که همگی اینطور از او متنفرند؟
گلبهار سلطان. چقدر دیگر راه داریم؟ کم مانده، اما شب نزدیک است. عاقلانه نیست که در راه باشی. راه زنا دوست هست. صبرم تمام شده زینالآقا. با تو موافق هستم. میخواهم شاهزاده ام بایزیدم را هرچه زودتر ببینم. گفتنش آسان است. دقیقا 8 سال و 11 ماه است که از شاهزاده ایمان جدا شدی. نگران نباشید، پیش از زهرایی میشوید. آری زیباست. قربان، فرانسیس فاریا زندانی شده است. از او بازجویی می شود. چون من جای مادرش را می دانم به من هم شک کردند. از کجا مطمئنی که ترغیب نکردند؟ مطمئنم، لکن بهتر است مدتی یک دیگر را نبینیم. مراقب باش سینان، مراقب باش. کم کم دیگر به آخرش رسیده ایم. به محض رفتن سلطان مراد به جنگ باید سریع وارد عمل شویم. اطاعت می شود. در ذهن سپاهیان فراریت را پیدا کردم. این کار را به آنها بسپار. کجا هستند؟ در این دنیا انسان از جایی که انتظارش را ندارد ضربه می خورد. اعتماد کردن واقعا سخت است. اما چطور می شود بدون اعتماد داشتن به کسی زندگی کرد؟ سرورم، کسی که محکم ایستادگی کند در دنیا درگیر آزمون‌های بسیاری می شود. چه کسی شما را این گونه غرق در اندوه ساخته؟ نکند اون شخص پرنسس فاریا است. ما میخواستیم خواسته که دلمان باشد. او زندان را ترجیح داد. من به روی او در گشودم، اما او به من خیانت کرد. سرورم، در زمانهای دور شخص قدرتمندی به نام شمس زندگی میکرد. دشمنانش هرگز نتوانستند او را شکست دهند. گفتند او نیز مانند همه آدمیزاد است. او نیز باید یک نقطه ضعف داشته باشد. و برای فهمیدن نقطه ضعف شمس، خاتونی زیبا را نزد او فرستادند. خلاصه این خاتون زیبا شمس را عاشق خود کرد و بر اسرارش واقف شد. گویا قدرت شمس در موهای بلندش بوده است. یک شب وقتی شمس خواب بود، آن خاتون زیبا برمی‌خیزد و موهایش را می‌برد. این گونه شمس که از جانب زنی که دوستش داشت به او خیانت شده بود، به دست
دشمنانش افتاد. منظورم این از سرورم، انسان باید خیشتن را از کسی که بسیار دوست می دارد محافظت کند، زیرا کسی که نزدیکترینت است بیشتر از همه تو را رنج می دهد.